اگه دوست داری زندگیت به فنای سگ بره شیشه بزن. یو یو یو، سلام سلاتین، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدین به پیج خودتون. امروز میخوایم 5 تا حقیقت پشم ریزون در خصوص متامفتامین یا شیشه بهتون بگم که مطمئنم تا الان نشیدی و میتونه برگاتون مثل برگ خزون چوچولو 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 بریزه. اگه دوست دارین در ادامه با من باشید. برو که بریم. دوستان، همون جور که میدونین شیشه به خاطر افزایش دوپامین ناگهانی که در بدن شما بالا میبره شدیداً یکی از اعتیاد آورترین مواد جهان و همچنین یکی از کشنده ترین اعتیادهای دنیاست. معمولاً کسی که وارد شیشه میشه به سختی میتونه از شیشه خارج بشه. برای همین اون اول کلیپ بهتون گفتم اگه میخوای به فنای سگ بری شیشه بزن. واقعا شیشه میتونه زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده و امروز میخوام 5 تا از تعجب آورترین مسائل رو در مورد شیشه ذکر کنم. اگه دوست دارین حتما این پست رو تا انتها ببینید، اما قبلش لایک کنید و اگه سابسکرایب میکنید کامنت انگلیسی بذارید که سابتون نپره و اینستای من هم این پایین میاد، لطفاً فالو کنید. 1. شیشه در شیر مادر ترشح میشه. خیلی جالبه، کسایی که اعتیاد به شیشه دارن و به بچه خودشون شیر میدن، بچه اونا هم معتاد شیشه میشه. یعنی ما داریم توی بیمارستان کودک های 1 ساله‌ای که چون مادرشون معتاد شیشه هستش و به اونا شیر میداده، الان که بچه رو میخوان از شیر بگیرن شدیداً اون بچه دچار علائم ترک شیشه میشه، شدیداً بیقرار و گریه های شدید که کل روز رو اون بچه بنده خدا داره گریه میکنه و همچنین خود اون شیر و خود مصرف شیشه در بچه ها میتونه باعث مشکلات قلبی، شکاف کان و مشکلاتی روی مغز اون بچه بشه. 2. افزایش تعداد مرگ و میر و افزایش مصرف شیشه هنگام پخش سریال بریکینگ بد. حتما سریال بریکینگ بد رو دیدین، اگه ندیدی حتما برو ببین، بهت واقعا وحی میکنم بری ببینی، چون یکی از قشنگ ترین سریال های دنیاست که رکورد گینس زده به خاطر پربیننده ترین ساعت های نمیدونم سوسماستی و از اینجور داستان ها. این سریال بریکینگ بد راجبه یه شیمیدانه که داره تولید شیشه میکنه و خیلی جالبه موقع پخش این سریال 20% دستگیری های کسایی که آزمایشگاه شیشه داشتن افزایش پیدا کرد و تعداد مرگ و میرها حدود 30% بالاتر بود. البته ثابت نشده که اینها به خاطر سریال بریکینگ بده، اما با توجه به اینکه هنگام پخش سریال بریکینگ بد این آمار افزایش پیدا کرد، ارتباط خیلی زیادی میتونه وجود داشته باشه بین پخش این سریال و مصرف شیشه. 3. تولید شیشه برای اجتماع به شدت سمیه. نکته ای که وجود داره اینه که بخار حاصل از تولید شیشه بسیار سمیه. میگن 1 پوند تولید شیشه میتونه 4 تا 5 پوند تولیدات سمی ایجاد کنه. معمولا خونه هایی که تو شیشه تولید میشه وقتی بخوان این خونه ها رو پاک سازی کنن هزاران دلار خرج برمیداره، چون این بخارات شیشه توی درزها باقی میمونه و ممکنه مستأجر بعدی که وارد اون خونه میشه شدیداً این بخارات به ریه ها و به مجاری تنفسی اونا آسیب بزنه. اون وسایلی که تو شیشه داره تولید میشه بعضیا میان زیر خاک دفنش میکنن و یا میندازنش توی رودخونه. اون آبی که توی اون رودخونه هست آب به شدت سمیه و غیر قابل مصرف. اون خاکی که مثلا اون ارلن و اون موادی که تو شیشه رو تولید میکنن اگه توی اون خاک دفن شه اون خاک به شدت سمیه. برای همین معمولا آزمایشگاه شیشه رو که میگیرن ترجیح بر اینه که آزمایشگاه رو نابود کنن تا اینکه بخوان پاک سازیش کنن. 4. مصرف قرص های شیشه در جنگ جهانی دوم
توسط آلمان ها. نازی ها روی متامفتامین، شاید این کلمه بیشتر یک کلمه مثلا داستانی و مستندی باشه، اما چیزیه که واقعیت داره. توی جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از نازی ها روی آوردن به مصرف متامفتامین، یعنی اونا روی نیاوردن بندهای خدا، توسط خود دولت نازی بهشون قرص های متو میدادن تا اینا مصرف کنن، چون هم انرژیشون زیاد میشد و باعث میشد توی شب بتونن بجنگن و تا دو سه روز بتونن جنگو ادامه بدن، خوابشون به شدت افت پیدا میکرد و اشتهاشون خیلی پایین میومد و باعث میشد خرج این ارتش بیاد پایین و به جاش بازدهیشون بره بالا. برای همین توی جنگ جهانی دوم به شدت از قرصهای متامفتامین هیتلر برای سربازهای خودش استفاده میکرد. 5. ریکاوری از اعتیاد به شیشه میتونه تا 2 سال ادامه پیدا کنه و در کسایی که مصرف طولانی مدت داشتن میتونه اثرات جسمی و مغزی غیر قابل برگشت داشته باشه. دوستان، شیشه واقعا مولکول‌های شیمیایی مغز شما رو تحت تأثیر قرار میده و به شدت اونا رو بالا پایین میکنه. برای همین کسایی که مصرف طولانی مدت و چند ساله شیشه داشتن، علاوه بر این که واقعا براشون ترک کردن سخته، ممکنه بعد از ترک این علائم جسمی و ذهنی روی مغزشون تا ابد موندگار شه و اون بازگشت به زندگی عادیشون تا 2 سال طول بکشه. برای همینه که یکی از کشنده ترین اعتیادهای جهان اعتیاد به شیشه است و معمولا کسایی که شیشه مصرف میکنن بر نمیگردن به زندگی سوبری خودشون. برای همین براتون آرزو میکنم که چه خودتون چه دوروریاتون سمت هر چیزی میرین سمت این دراگ هیچ موقع نرین. عاشقتونم، امیدوارم به دردتون بخوره این مطلبی که براتون امروز آماده کردم. خیلی دوستتون دارم، ممنون از این که به من انرژی میدین. شاید 80% این که من تونستم تا الان ترک موفقی داشته باشم شما هستین، چون دیگه من حس میکنم من خود متعلق به خودم نیستم که بخوام برم بزنم، من متعلق به شما. میدونی من اگه بزنم و بیام اینجا حرف از نزدم بزنم، مطمئنم تو انقدری باهوش هستی که بگیری. برای همین من واقعا 80% ترکم و مدیون شما سلاطین قلبم هستم. عاشقتونم، لطفاً در انتها لایک کنید و سابسکرایب کنید تا این پیج و این کانال به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه. خاک پای شما، سرمه چشمای من، از این دنیا براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. دوستتون دارم و تا دیداری دیگر.